به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه 13 از سلسله جلسات فلسفه شوپنهاور رو آغاز میکنیم. ابتداعا فرارسیدن عید فطر رو تبریک عرض میکنم. 2 روز قبل بود و پس از 1 ماه روزداری خجسته باش گفتیم به یکدیگر در رسیدن این روز رو. با خودم دیشب فکر میکردم که شاید با عنایت به پیشینه خانوادگی و تربیتی که در مدرسه و خانواده شدیم، 30 عید فطر رو کاملا به خاطر دارم. یعنی از سن 14 سالگی تا اکنون که 44 سالمه، 30 مارمزون بوده که به هر حال بخشای زیادیش رو روزه گرفتم و خاطرات متعددی که دیشب در ذهن و ضمیرم می جوشید، از به دیدار خانواده رفتن، احیانا از مادر بزرگ و پدر بزرگ در اون سنین نوجوانی به خاطر روزه گرفتن جایزه دریافت کردن و احوال خوش معنوی که معمولا در این روز با آدم هست. خب دیگه الان 7-8 سالیه که عید فطر رو من این سوی کره خاکی تجربه میکنم که با روزگاری که ایران بودیم تفاوتهایی داره، اما خوشبختانه در شهری زندگی میکنیم که کامیونیتی ایرانی ها هست و پررنگ و قویه و علی حال هر کسی به هر سبکی که میپسنده میتونه زندگی بکنه. از این تبریک که در گذریم، یک اتفاق مبارک دیگری که این روزها افتاد در حد فاصل 2 هفتهی که کلاس ما تعطیل بود، شروع مسابقات جام جهانی فوتبال و پیروزی غیر مترقبه کشور ما ایران بر مراکش. نمیخوام و بنا نیست بحث فنی فوتبالی بکنیم، تخصص بنده هم نی. اون بخش شادی و همبستگی ملی که یک دفعه جوشید و سر برآورد و لبخند بر لبان هموطنان ما در اقصی نقاط این کره خاکی نقش بست، برای من خیلی دلانگیز بود. مطلبی هم در این باب نوشتم که به زودی در یکی از نشریات منتشر میشه، از من خواستند، با موضوع شادی ملی و فوتبال و نسبتی که با آن داره. خب ناکامی خصوصا در 1 سال اخیر ملت ما کم نداشته اند از یأس و تلخکامی های سیاسی که در فضا موج میزنه به خاطر نارضایتی میشه گفت شدید از کارنامه آقای روحانی در مجموع و وعده هایی که کثیرشون محقق نشده، فشار سنگین اقتصادی، متاسفانه مشکلاتی که برجام باهاش برخورده و خروج امریکا و ترامپ از اون. اینا رو عرض میکنم تا بگویم انباشت تلخی و ناکامی و یأس داشتیم. انگار ما نیاز داشتیم به یک چنین شادی عظیم و غیر مترقبه‌ای که دست کم برای ساعاتی در دورنج‌ها رو به محاق برد و کثیری از ایرانیان شاد شدند. هرچند از این سو این هم امر غریبیه. نمیدونم حالا ما که چون اینجا زندگی میکنیم این رو بهتر میفهمیم و میبینیم، در داخل کشور مجالش نیست. نمیدونم چند کشور دیگه هم در جام جهانی هستن مثل ما که همزمان چند تا پرچم داشته باشن. عادتا توی ایران که یه پرچم بیشتر نیست، همون پرچم رسمیه. دیشب ما رفته بودیم با خانومم یک فروشگاه ایرانی، آخر شب با دوستی بودیم، بعد اون آقای و خانوم زن و شوهر کشیر و صندوقداری دیدیم اونجا پرچم هست، به ما گفتن که فلانی، حالا ما نمیخواستیم بگیریم، دوستمون برای بچهش میخواست بگیره، گفت از کدوما میخواییم؟ و خودش گفت ما 4 نوع پرچم داریم. پرچم جمهوری اسلامی داریم، پرچم سرنگی که خالیه، یعنی وسطش سفید خالیه، شبیه پرچم ایتالیا، پرچمی که شیر و خورشیده وسطش، و یه پرچمی هم که اخیراً هست که تو اون سفیده به انگلیسی نوشته ایران. و گفت فکر نمی کنم هیچ کشور دیگری حاضر در جام جهانی باشه که همزمان 4 تا پرچم داشته باشه. حالا اینم بگم و در گذری من از اونا پرسیدم، البته نمونه آماری محدوده، می گفتم از کدوما بیشتر میخرن و میبرن. گفت ببینید نسل جوان از همین رسمی جمهوری اسلامی خیلی میبرن، بچه های تینیج و
بچه هایی که یا از ایران تازه اومدن یا حتی اینجاها بزرگ شدن، و اونایی که سنشون بیشتره، متعلق به نسل قدیمن، دست کم یه بخششون میان از این شیر خورشیده میبرن. خیلی برای من جالب بود. حالا میگم نمونه آماری روشمندی که نبود، اما خب یه سوپر ایرانی که خیلی مراجعه بهش میشه. و بعد جالبه از من پرسید آقا شما خودتون به کدام یکی از اینها اگر قرار باشه؟ منم گفتم که والا من درکم اینه که خیلی از این حضرات که پرچم سرنگ خالی میبرن یا سرنگی که وسطش ایران به انگلیسی نوشته، گفتم نمیدونم درکشون و تصویرشون از پرچم به عنوان یه نماد ملی چیه. گفتم ببینید فیفا که برگزار کننده جام جهانی، پرچمی که به رسمیت شناخته پرچم کنونی ما در ایرانه. سازمان ملل هم این پرچم رو پذیرفته. شما میتونی مخالف جمهوری اسلامی باشی، میتونی آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای رو هیچ نپسندی، یعنی کسی میتونه این گونه باشه، هزار تا نقدم داشته باشه به آنچه که در کشور جاری و ساری، اما این ناظر به رژیم مستقره. پرچم یه امر ملی معطوف به تمامیت ارضیه و اگر یه وقت تصمیمی در اون صد گرفته شد، فرض کنی یه روز این حکومت عوض شه، پرچم عوض بشه، بازم چه من اون حکومت جدید رو بپسندم چه نپسندم؟ اگر نیشن استیت و این کشور در سازمان ملل کرسی داره، در فیفا کرسی داره، هر چی که اون رو نشان میده اون پرچم کشور ماست. و گفتم اونقدر که من میفهمم این قصه و هیچ اشکالی هم نداره شما بگی تا یکی این حرفو بزنه بگه طرفدار جمهوری اسلامی هستی، این ربطی نداره. و خیلی ما که از بستگانمون، حالا کلامو یا جور کلام اینو بگم و درگذریم، توی امریکا چند پیروز با من صحبت میکرد و میگفت توی شرکتشون که کار میکنه، شرکت مهندسی توی عرض میشود که سمت ویرجینیا تو امریکا، و میگفت خب نزدیکای جام جهانی منم پرچم برده بودم، همین پرچم کنونی ایران رو. میگفت یه خانم ایرانی دیگم تو شرکت هست، میگفت این اومد و گریه‌ای کرد و گفت نمیدونم این همه ظلم به ما شده و فلان، و اصلا میگفت به نحوی که اون مسئول شرکت اومد و فکر کرد مثلا بین ما درگیری فیزیکی صورت گرفته، جدی میگم. و میگفت به من گفت که، یعنی اون بستگان اون فامیل ما، میگفت تو عامل نظامی، تو عامل جمهوری اسلامی هستی و نمیدونم فلانه، بعد پرچم شیر خورشید بذاری ایناش. خب اون گیر و گرفتای کار ماست دیگه. و میگفت هرچی توضیح میدادم که خانم من اصلا خودم 8-9 سال ایران نرفتم، بعد این چه ربطی داره؟ کشور ما الان پرچمش اینه، در سازمان ملل اینه. هیچ، به هر حال میخوام بگم اینم یه نکته ایه که در این حال ما میراث برشیم و نمیدانم کی واقعا اینو دیگه عقل من یکی نمیرسه که کی این نزاها سر به بالینی مینهه و کم و بیش ما از این گیر و گرفتار که خب از دست کم عقبه 40 ساله داره خلاص میشیم. نمیدونم، بعضی موقع میگم نسل بعد بگذره، شاید همین نسلی که به قول این خانم آقای فروشنده و کشیر آمدن دو اینا دیگه کاری به اون نزاها ندارن، پرچم رسمی کشورشون رو میگیرن، شاید 10 سال دیگه وضع از این بهتر بشه. علی ای حال این بخش قابل تأملش و تراژیک نیمه تراژیکش، بخش خرسند کنندش اون شادی ملی بود که ازش یاد کردیم. خب بریم به سر وقت بحثمون، از همون جایی که هفته پیش ما کلاس داشتیم، عطار رو نداشتیم هفته قبل، و هفته گذشته ما به فقراتی از فصل اندرس‌ها و اصول راهنمای عمل پرداختیم. از همون جایی که هفته پیش قطع کردیم در بگیریم بحث رو. این رو هم بگم انشالله فکر میکنم فارغ از این جلسه ما 3 جلسه دیگر هم داشته باشیم. تصور میکردم پیش از این که ما به انتها بردن این فصل کارمان تمام میشه، اما دیدم در فصل ششم و انتهایی کتاب هم نکات خوبی شوپنهاور راجع به تفاوت‌های انسان در سنین گوناگون آورده و اینکه هر سنی و هر دوره سنی چه اقتضائاتی داره. حیفم آمد در این دوره دراز آهنگ به این بخش هم نپردازیم، به همین خاطر یکی دو جلسه دیگر هم اضافه کردم و فکر میکنم 16 جلسه بشه کل این کورس ما. خب اگر یادتون باشه رسیده بودیم به قصه حرکت و توضیح این که شوپنهاور از ارسطو نقل میکنه که زندگی عبارت است از حرکت
و همونطور که زندگی جسمی ما در اثر حرکت بیوقفه ادامه پیدا میکنه و نشاط جسمی رو ما پیدا میکنیم، گفت که به لحاظ اگزیستنشیل هم ما باید یه کاری بکنیم. اینا رو گفتم. اشاره به این که یه کسی اون تعبیر جالب و تأمل برانگیز شوپنهاور که میگه آدم باید یه چیزی خلق کنه و بسازه، چه ساختن سبد باشه چه نگاشتن کتاب، یه کاری باید کرد. و گفت اثر هنری یا یک نوشته میتونه این فلاریشینگ رو به فرد بده. هرچه که انسانها پر با استعدادتر باشن میتوانن به خلق آثار مهم و منسجم بیشتر همت بگمارن. و خب توضیحاتی داد که نوبت قبل آوردم و بنای تذکار و تکرار اونها رو ندارم، صرفا اشاره میکنم به اینکه به اینجا رسیده بودیم که طبایع پر استعداد خلاقیتی ازشون سر میزنه، اما اگر هم طبایع پر استعداد نباشن حتی با ساختن یه سبد میتوانن کاری بکنن. زندگی عبارت از حرکت است، این تعبیر رو از ارسطو آورده است شوپنهاور، و حرکت رو هم توسعاً معنا میکنه، حرکت فیزیکی و حرکت منتالی. یه کاری باید کرد، از کار یدی و دستی شما بگیرید تا خلق یک اثر، تا نوشتن یک مقاله یا کتاب، ساختن سبد، هر کاری بگید، نویسندگی، نوازندگی، هر کاری که فرد احساس رضایت باطن کنه، یه جور احساس این که من هستم. میدونید تصورم اینه، این که خب در سنین بالا یا کهنسالی پاره ای از زنان و مردان فرتوت میبینیم که خب دچار امراض روحی و روانی جدی میشن، بخشش به خاطر این است که حس میکنن به کناری رانده شدن. فکر نادرستی هم نیست علل اصول، خب دیگه از گردونه رقابت، از گردونه کارآفرینی فاصله گرفتن. اما اینکه بعد شما بیش از آن و علاوه بر آن فکر کنی که دیگه به درد هیچ کاری هم نمیخوری، قاعدتا این خیلی فرد رو اذیت میکنه. و سخن شوپنهاور مبنی بر این که به اقتفای ارسطو زندگی عبارت از حرکت است رو این چنین باید فهمید. خب بریم به سر وقت فقره بعدی، یعنی اون اندرز و اصل راهنمای عمل دیگری که در این فصل از کتاب آمده است. گفتم نوبت قبل هم که من در مقام گلچین کردن فقراتی هم که خب پیشتر خوانده ام و درباره شون تأمل کرده ام و فکر میکنم به کار همه ما می آید، جهت سامان بخشیدن به احوال اگزیستنشیل و حکمت زندگی به قول شوپنهاور. در این فقره میگوید که آدم خوبه که از مفاهیم روشن استفاده بکنه و از تصاویر خیالین و غیر واقع بینانه که میتونن افکار و احکام ذهنی ما رو تعیین بکنن فاصله بگیره. بعد جالب اشاره میکنه به این که در سنین جوانی خیلی از مواقع تصاویر خیالین در برابر چشمان ما ظاهر و تثبیت میشه، و چه بسا کسی سالها با این تصاویر خیالین راجب آینده خودش، راجب فلانی، راجب بهمانی، راجب توانمندی های خودش به اینا فکر بکنه و کم و بیش به تعبیر رایج میان ما در هپروت باشه، دوچار توهم باشه، دوچار یه فضاهای فانتزی که خب نیامده است و به احتمال قوی نمیاد. شما از عشقهای جوانی بگیرید که پاری از اوقات یا حتی میشه گفت بیش از پاری از اوقات لزوماً ریالیستیک نیست و بدون این که به جایی برسه و ختم بشه، ولی افراد درگیرشن، ضربه هم میخورن، بالا پایین هم میشن، ممکنه بخشی از موقعیت و کارشون هم از دست بدن، اینا خیلی طبیعیه. از این شما بگیرید تا آرزوهای دور و درازی که راجب کار و راجب درآمد و راجب موقعیت اجتماعی و اینا هست. من یادم یکی از دوستان ما بود، بچه باهوشی هم بود، از فارغ التحصیلای هم مدرسه‌ای با هم دانشگاه که بودیم، تا رشته اقتصاد هم میخوند، بعد پر از ایده و اینا بود در همون سالهای اول دانشکده و همش به ما میگفت که بیاید این کارو بکنیم، فلان کارو بکنیم، پولدار میشه. ایده هایی هم داشت برای خودش، چیزهایی که نمیدونم فرض بفرمایید که
یکی از دوستان ما فرض کنید مثلا در شمال توی شرکتی کار میکرد، شرکت کشتیرانی بود، یکی دوستان دیگه ما میگه بیا مثلا ما بیاییم و یک تورهایی بذاریم، مردم رو ببریم کشورهای تازه استقلال یافته، بهشون نشون بدیم که چقدر کمونیسم یا چقدر سوسیالیسم بده، بعد از این طریق نمیدونم چقدر میتونیم بلیط بفروشیم، یه چیزایی تصوراتی داشت برای خودش. حالا مرادم اینه، من وقتی این بخش از سخنان شوپنهاور رو میخوندم یاد این افتادم که 99% هم نشد، یعنی هیچ وقت اون ایده ها محقق نشد و هرچند وقت گذاشت و من که دیگه بعد از 2-3 بار که این حرفاش رو شنیدم دیگه جدی نمیگرفتم و هم گوش میکردیم رد میشدیم و میدونستم تعیین چیزی نیست و خب خیلی شورمندانه میگفت، اما خب کاملا معلوم بود که پاش رو هوا بود، رو زمین نبود. دوست دیگری داشتیم و هم همینطوری بود، یعنی قصه کارآفرینی در اون سنین و خب فکر میکرد یه سرمایه‌ای هم داره ولی واقعا رو هوا و نمیدونم بخشی شد از اختزاعات سن، البته همه این گونه نیستن، اما به هر حال این که شوپنهاور میگه به ویژه در سنین جوانی هدف سعادت به صورت تصاویر خیالی در برابر چشمانمان ظاهر و تثبیت میشود و غالبا در نیمی از عمر یا در تمام طول عمر این تصاویر بر جا میمانند، به هر حال نکته ایه. و همین خاطره که میگه، باز نقل قولی بخونم از شوپنهاور در این فقره، میگه شایسته آن است که مفاهیم روشن حاصل از تفکر را راهنمای عمل خود کنیم و در جهتیابی از دنبال کردن تصاویر خیالین بپرهیزیم، اما غالبا عکس این اتفاق میفتد. اگر تصمیمات خود را به دقت بررسی کنیم میبینیم که افکار و احکام معمولا نهایتا تعیین کننده نیستند، بلکه تصاویر خیال انتخاب ما را معین میکنند. در یکی از رمان‌های ولتر یا دیدرو، به یاد ندارم در کدام یک، قهرمان داستان مانند هرکول جوان بر سر دوراهی ایستاده است. در ذهن او شرافت در نقش معلم سرخانه اش ظاهر می شود که در یک دست انفیدان و در دست دیگر ذره توتون گرفته است، در حالی که فساد به صورت ندیمه مادرش ظاهر می گردد. می گه یعنی این چنینه، عرض می شود فضای فانتزی که آدم داره. بعد می دونید یه بخشی از تجربه زیسته خودم رو بگم، اکنون اگر به هر حال دیگه همچنان هم جوان محسوب بشیم، دیگه جوانی است که اون دوران 20 سالگی 30 سالگی رو پشت سر گذاشته و رفته رفته میشه گفت دیگه میان ساله. دنیای آدم تو اون سنین بلک اند وایتش هم خیلی پررنگه، سیاه و سفیدتره، راجع به خودش، راجع به دیگران، قضاوتایی که میکنه معمولا تند و هارشه. من از خودم دارم یاد میکنم، دنیا رو اون چنان پیچیده نمیبینه، احوال انسانی، تلاطم ها، اینکه دنیا مطابق میل آدم نیست، خیلی از مواقع دنیا مثل موم نیست که هر شکلی بتونی بهش بدی. اینا رفته رفته سن که بالا میاد بیشتر آدم اینها رو میفهمه. اون موقع خیلی دنیا شسته رفته است، یعنی همه چی تکلیفش روشنه، آدم ها بلکن یا وایتن، چندان خاکستری در میان نیست. در سیاستش اینه، در مناسبات و روابط انسانیش اینه، در احوال رمانتیکش اینه، این چنینه، معمولا این چنینه. خب این که پس هر سری رو سودایی است به قول شوپنهاور و سوور خیال است که ما رو سوق میده به سمت جلو. بعد البته اشاره به قصه اراده هم میکنه، اراده به همون معنای شوپنهاوریش که اینجا مد نظر است، میگه خب چیکار باید کرد؟ ایده انتزاعی فقط غیر مستقیم میتواند بر ما تأثیر گذارد، با این همه فقط مفاهیم میتوانند به وعده خود وفا کنند. وظیفه تعلیم و تربیت این است که به ما اعتماد به تفکر را بیاموزد. البته فکر انتزاعی باید گاهی با تصاویر توضیح داده و تفسیر شود، اما فقط با مقدار کمی تصویر که مانند چاشنی است. یعنی اینکه شخص به هر حال جانب تفکر و اندیشیدن رو فرو ننهد و بداند که خب اون ایماژها و اون تصاویر او رو ممکنه به جلو سوق بدهند و پیش برانند، اما بنیادشون بر باده و چندان امر موجه و معقولی نیستن. ببینید میگه که در ذیل همین بحث که تصاویر به این علت یا همون خیال پردازی ها به این علت که بیواسطه تأثیر میگذارن
تأثیرش بر اراده هم میگه خیلی مستقیم تر از تفکره. یعنی اراده ما به مثابه یه امر کم و بیش در نظام شوپنهاوری کم و بیش رانه دترمینیستی که فرد رو به جلو میرانه. میدونید من در ذهنم خیالی که میپردازم، فرض کنید این خیلی میتونه فرد رو بیشتر به حرکت واداره تا اینکه بخوام ابستراکت تینکینگ و تفکر انتزاعی داشته باشم. به همین خاطر به اون تفکیکی که میکنه بین اون تصاویر خیالین، سعادتی که با تصاویر خیالین ساخته میشه یا تصاویری که برخواسته از تفکر انتزاعیه، میگه خود دومی خیلی واقع بینانه تر و رهگشاتره، اما خیلی اولی رو که ملموستره، دم دستره و فرد میتونه در خیال خودش با اون ایماژهایی که ساخته پیش بره رو اون رو میگیرن و پیش میبرن. توجه کردید؟ در فقره بعدی این نکته رو توضیح بیشتری میده شوپنهاور که جالبم هست. میگه که میشه از یه قاعده فراگیرتری سراغ گرفت جهت حکمت زندگی در این باب. اون چیه؟ اون عبارت هست از این که آدم بهتر به طور کلی بر تأثیرات لحظه‌ای و ظاهری غلبه کنه. یه چیزهایی هست که آنی من دوچارش میشم یا اون احساسات و عواطفی که بر من مستولی میگرده. میگه خوبه که آدم از اونها فاصله بگیره. اموری که محصول درنگن، محصول تأملن، محصول اندیشیدنن، مبتنی بر اونها تصمیم بگیره، نه اونایی که دفعیه و بر انسان عارض میشه. توجه فرمودید؟ بذارید اینو براتون بخونم. حالا خانم دکتر هم هستن، بعدش میشنویم که من خودم وقتی میخوندم یادداشت کردم نکانی که به لحاظ روانشناختی چگونه میشه اینا رو توضیح داد. ببینیم سخن شوپنهاور رو. این تأثیرات، یعنی تأثیراتی که به صورت لحظه‌ای و ظاهریه، در مقایسه با آنچه به طور محض میاندیشیم و میدانیم بسیار نیرومندترن، اما از حیث مایه و محتوا بسیار کم ارزشترن. اینایی که محسوس احساسات و محصول احساسات و عواطفن خیلی نیرومندترن. میدونید همون فرض کنید یه رابطه رمانتیک رو در نظر بگیرید، خیلی پشنکلی فرد رو میتونه پیش ببره، اما میدونیم ما که مایه و محتواش کمتره، کم ارزشتره، مبتنی بر درنگ به دست نیامده، عقل فرد رو به پیش نرانده است. و معهازا به علت شکل ظاهریشان، یعنی مشهود و بیواسطه بودنشان، در احساس نفوذ میکنن و آرامش رو برهم میزنن و عزم آدمی رو متزلزل میسازن. اینایی که محصول احساسات و عواطفن، زیرا به چیزهایی که در برابر چشمانمان هستند اشراف داریم و از این رو یک جا بر ما تأثیر میگذارن، حالان که افکار و استدلالها به زمان و آرامش نیاز دارن تا به تناوب بررسی شوند و از این رو نمیتوان همه آنها رو یک جا به تصور درآورد. به این علت وقتی امری خوشایند در معرض دیدمان قرار میگیرد، علارغم این که تعقلمان آن را مردود میسازد، ما را جلب میکند. و از این رو انتقاد، هرچند بدانیم که کاملا از روی عدم صلاحیت بوده است، ما را میرنجاند و توهین ما را خشمناک میکند، با اینکه به حقارت آمیز بودن آن واقفیم. خب اینجا چند تا نکته گفته شوپنهاور، من بر یکیش تأکید میکنم، جهت اینکه ببینیم از دوگانه عقل و احساسات عواطف چگونه او داره سخن میگه. میگه که تصمیمات لحظه‌ای و آنی، اینا بیشتر محصول احساسات عواطفن، پشنیتلی شورمندانه فرد رو درگیر میکنن، اما به قول او عمقی ندارن، محتوای بسیاری ندارن، اما خب چون در برابر چشمان ما هن، ویزیبلن، فرد به اونها اشراف داره، یک جا بر ما تأثیر میذارن. اما میگه در مقابل افکار و استدلال ها، آنچه از جنس تعقله، اینا به زمان و آرامش نیاز دارن تا بررسی بشن، برخلاف آنچه که خوشایند ماست در معرض دیدمون وقتی قرار میگیره، ولو اینکه تعقلمون اون رو مردود میسازه، اما چون فراگیر فرد رو درگیر میکنه، میتونه از پی اون روان بشه. توجه فرمودید؟ من یادمه یه خانومی اخیراً از تهران با من صحبت میکرد و خب میگفت خیلی درگیر یک رابطه رمانتیک و عاشقانه شده، اما ظاهراً کم و بیش یک طرفه بوده، چون اون آقا هم بعداً با من صحبت کرد. حالا مرادم این بخششه، ایشون میگفتش که والا
از خود من بپرسید آی دکتر به من اینجوری میگه، من میتونم 7-8-10 تا ایراد جدی از در اون آقا برشمارم الان، اما دست خودم نی اصلا نمیتونم. یعنی وقتی که اینا رو هم برمیشمارم و الان به شما میتونم میگم رو کاغذم مینویسم، اما تمام ذهن و ضمیر من رو درگیر کرد و اصلا زندگی متعارف من به هم ریخته، فلج شدم. خودم هم وقتی از این احوال در میام میتونم بگم مشکلات چیه و به فرضم ما پیش بریم، به هیچ جا هم این رابطه نمیرسه، اما چیکار کنم؟ یه احساسیه در من، دلم اونچنان منقلب میشه وقتی اسم او به میان میاد، یاد گفتگوهامون میفتم که فلج میشه و تمام اون خاطرات هر جا میرم با منه. میگفت من چند سفر در ایران کردم به شهرهای مختلف فقط برای اینکه فراموش کنم، اما نمیشه. و اندک بهانه که من به یاد او میفتم آمدم مثلا فراموش کنم، و برعکس من رو اونقدر درگیر کرده که مریض احوال شدم، گفت دکتر رفتم، بیمارستان شب بستری شدم. میدونید میخوام بگم که تازه این حالت خودآگاهشه، یعنی فرد این تفتون رو داره و آدمی است که اینقدر بلوغ روانی داره، میگه از من در حالت عادی بپرسی، میگه من الان 6 تا اشکال جدیشو میتونم برات بنویسم براتون بگم، اما میگم از این حال که میام بیرون دوباره اونا که میاد سراغم عجیبه. و میخوام بگم این نکته‌ای که شوپنهاور اینجا آورده من رو به یاد این قصه‌م انداخت که یه جاهایی چگونه این دوگانه در ما کار میکنه و ظاهراً وجود ما بگیم منقسم بر دو قسمه، یا نه بگیم متشکل از این ساحات مختلف با همه، یعنی هم ساحات احساس و ساحات احساس و عواطف رو داریم، احساسات و عواطف رو داریم، هم ساحت تعقل رو داریم، و به هر حال وجود ما یک وجود چندپاره است به لحاظ ذهنی دماغی. حالا جالبه که شوپنهاور هم در دو فقره‌ای که خواندیم هم به تصاویر خیالینی که در جوانی از فرد رهزنی میکنه اینجا اشاره میکنه، و هم این که باید یه بلنسی برقرار بکنیم میان احساسات و عواطف یا تأثیرات لحظی و ظاهری از سوی و تفکر و استدلال آرام و به تعبیر خود او استدلال هایی که مسبوق به زمان و آرامشن که در جان فرد تهنشین میشن از حیث دیگری. خب از این نکته هم در گذاریم، از این راهنمای عمل به دو یا سه فقره دیگر هم من بپردازم و بحث امروزمون رو ختم بکنیم. پیش از اتمام بخش دوم از اندرزها و اصول راهنمای عمل، یه نکته جالبی که شوپنهاور بهش اشاره کرده قصه سلامت جسمه و اینکه سلامتی ارزش خیلی بالایی داره برای سعادت، و حتی می‌نویسه که مهمترین و نخستین عامل سعادته و فرد خیلی باید به سلامت جسمش بها بده. بعد میگه روش تقویت بدن هم اینه که ما از بدن کار بکشیم وقتی که سالمه. مثالهای فیزیولوژیک جالبی میزنه، میگه ماهیچه‌ها رو باید با تقلای مناسب ورزش بدیم، اما خب اعصاب البته فرق میکنه. به قصه خواب اشاره میکنه خیلی، میگه خواب هر چقدر مغز تکامل یافته تر باشه و فعال تر باشه به خواب بیشتری احتیاج داره برای اینکه آرامش رو نصیب ببره، اما میگه خواب بیش از حد هم متضمن اتلاف وقته. اینا رو هم میگه و از یه جا به بعد هرچه به کمیت خواب اضافه بشه از کیفیتش کاسته میشه. ولی باز تأکید میکنه که تفکر انسان چیزی جز کارکرد ارگانیک مغز نیست، خیلی نگاهش نچرالیستیکه به بدن. و این که میگه اگر میخوای راجع به سعادت فکر بکنی، قصه مغز و نشاط مغز و این که مغز باید کار بکنه، اینا خیلی مهمه. جالبه من وقتی میخوندم عرض میشود به یاد اسپینوزا و هیوم هم میافتادم، به توضیح که عرض میکنم. پس بعد از صورتبندی این بخش در انتهای این فقره، شوپنهاور تأکید میکنه که ما بهتره که عادت کنیم که به نیروهای ذهنی خودمون کاملا به منزله کارکردهای فیزیولوژیک بنگریم و مطابق با این نگرش با اونها رفتار بکنیم. یعنی میخوایم سراغ نیروهای ذهنیمون بریم و در مقام ارتقای اونها گام برداریم، باید به کارکردهای فیزیولوژیکشون نظر بکنیم، یه نگاه نچرالیستیک. یادتون هست در درس گفتارهای اسپینوزا
حالا پاره از عزیزانی که اینجا هستن اون درس گفتارها رو هم می آمدن، اشاره می کردم که چگونه اسپینوزا نقد دوالیزم دکارتی می کرد و می گفت دکارتی که معتقد بود ما از دو جوهر تشکیل شده بدنمون، یا بگیم کل هستی، یکی اون جهان پدیداریه که مهمترین خصوصیتش امتداده، بعد اون دوالیزم دکارتی دیگه، کارتیجین دوالیزم. گفت جهان متشکل از دو جوهره، دو سابستنسه، یکی جهان پدیداریه که آنچه که در جهان هست که مهمترین مؤلفه‌اش بعده، امتداده، یکی هم کانشسنس، آگاهی، یعنی ذهن رو به معنای آگاهی رو از یه جوهر و جنس و فلز دیگری می انگاشت دکارت. اسپینوزا آمد و دوالیزم دکارتی رو نقد کرد به تفصیل و گفت نه، از مونیزم یاد کرد، یعنی از یگانه انگاری نه دوگانه انگاری، و گفت که بدن ما هیچ تفاوتی با دیگر بخش‌های طبیعت نداره و محکوم به تبعیت از قوانین طبیعت. اگر ما راجع به سازوکارهای حاکم بر ذهن، سازوکارهای حاکم بر آگاهی و امثالهم می‌خوایم سخن بگیم، هیچ تفاوتی با مثلا سخن گفتن در باب اینکه یه درخت چگونه نشو و نما می‌کنه، فرض بفرمایید قوانین طبیعت در هستی چگونه جاری و ساری اند، زاویه تابش با بازتابش چگونه برابر است در فیزیک نور و امثالهم، گفت تفاوتی نداره و به این معنا از مونیزم و ناتورالیسم یاد کرد، یگانه انگاری و طبیعت گرایی از مقومات فلسفه اسپینوزا بود. هیوم هم همینطور بود، البته به عنوان یه فیلسوف امپریسیست و تجربه گرا که خب به آرای او هم به تفصیل در یک کورسی پرداختیم. حالا ببینید، جالب، شوپنهاوری که به هر حال متعلق به سنت ایدئالیسم آلمانیه و تو اون فضا نفس کشیده است، از پی کانت آمده، اما اینقدر به قصه طبیعت و ذهن به معنای تجربیش میبینیم که بها میده و وقتی راجع به سلامتی سخن میگه کاملا به ذهنی اشاره میکنه که کارکردهای فیزیولوژیک داره و اون رو میگه مقوم سلامتی و مقوم سعادته، چون بحث اون راجع به سعادت دیگه، بحث در باب هپینس، در باب یودایمانیاس به قول ارسطو. همه این مقوماتی که برشمردیم تا حالا، راهکارهایی که تا حالا دیده ایم در این چند جلسه اخیر که تماما در فصل پنجم کتاب در باب حکمت زندگی آمده است، تماما عبارت است از اندرزها و اصول راهنمای عمل بعد از اون بحثایی که پیشتر در جلسات قبل داشتیم. حالا یکی از اون راهکارها اینه که سلامت جسم رو به همین معنای متعارفش شخص جدی بگیره. و اون وقت نکته تکمیلی در این باب اینه که اون میگه این توصیه‌هایی که من میگم اگر کسانی نکنن و نام میبره کسانی که نکردن، ولو اینکه نابغه باشن، ولو اینکه هوشمند باشن، اما دچار خبط و خطاها یا به قول او رفتارهای کودکانه یا جنون هم شدن، اگر به بدن شخص چنان که باید سرویس ندهد، آدم نابغه. ببینید، من نقل قول رو براتون بخونم. میگه رعایت نکردن این توصیه هایی که راجع به ذهن است و کارکردهای فیزیولوژیک و خواب و اینکه کار کشیدن از عضلات و همه اینها که گفتیم که مختصرش رو من عرض کردم، رعایت نکردن این توصیه ها باعث شده است که بعضی از مردان نابغه و دانشمندان بزرگ در سالمندی دچار ضعف ذهنی، رفتار کودکانه یا جنون بشوند. اگر مثلا شاعران انگلیسی محبوب این قرن مانند والتر اسکات و برخی دیگر در سالمندی یا حتی در 60 سالگی کنزهن و ناتوان شده اند یا به درجه بلاحت نزول کرده اند، بیشک به این علت بوده است که همه آنان به طمع دستمزدهای زیاد نویسندگی را به تجارت تبدیل کرده بودند و برای پول می نوشتند. این امر آنان را به فعالیت غیر طبیعی اغوا می کند و هر کس که بر اسب بالدار خود یوغ بزند و الهه هنر خیش را به زیر ضربه شلاق بگیرد، مانند این نویسندگان تاوان آن را پس خواهد. یعنی از حالت تعادل میگه خارج شده بودند. در انتهای این فقره آورده است که حتی در مورد کانت نیز این زن را دارم که در سالمندی پس از مشهور شدن بیش از اندازه کار میکرده است و به این علت در 4 سال آخر عمر از نظر عقل به دوران کودکی بازگشت.
بله، هر ماه از سال تأثیری بر سلامت به طور کلی بر وضعیت بدنی ما و حتی حال روحی و ذهن ما میگذارد که وابسته به آب و هوا نیست. خب این هم در انتهای این فقره که جناب کانت رو هم مینوازه و همچنین عرض می شود که والتر اسکات و دیگران رو. به هر حال فارغ از داوری هایی که او کرده است، البته اینو من واقعا نمیدونم رو چه حساب ذکر میکنه راجع به کانت، که تا اواخر کار میکرد، اینکه عقل او در 4 سال آخر اون به دوران کودکی بازگشته، نمیدونم مراد شوپنهاور چیه. علی حال از مصادیق که درگذریم، این توجه به سلامت بدن و فیزیولوژی ذهن و نقش محوری داشتن اون جهت سعادت انسانی جالبه، از یه فیلسوفی که از سنت ایدالیسم آلمانی میاد، اینش خیلی قابل تأمله اگر زمینه و زمانه این سخنان رو در نظر بگیریم. خب بریم این توضیحاتی که تا کنون خواندیم به تفصیل، در واقع عبارت بود از تنظیم رابطه با خود، یعنی ما رفتارمون با خیشتن رو چگونه تنظیم بکنیم. در بخش سوم این فصل، اندرزها و اصول راهنمای عمل، شوپنهاور میره به سر وقت تنظیم رابطه با دیگران، رابطه ما با دیگران. تا کنون رابطه ما با خیشتن رو ذکر میکرد و خب نکات نقضی هم برشمرد، چنان که خواندیم بخش‌های زیادیش رو و دربارش توضیح دادیم. حالا میره به سراغ درباره رابطه ما با دیگران. یکی از این نکات اینه که شخص خوبه که توشه‌ای که بر میگیره دو تا چیز رو به همراه داشته باشه برای پیمودن راه صلاح در زندگی، یکی احتیاط و دیگری مدارا. اولی ما را از آسیب و زیان در امان می‌داره و دومی از مشاجره و نزاع. احتیاط و مدارا. بعد مثالی که یا توضیحی که داره اینجا جالبه، من این رو حالا با ذکر یه خاطره از دوستی که در حوزه‌های روانکاوی و روانشناسی هم کار کرده است نقل میکنم براتون این سخن شوپنهاور رو. میگه که شوپنهاور میگه اولا هر کسی ناگزیره که در میان دیگر انسانها زندگی بکنه، نباید کسی رو به علت ذاتی که داره ما مطلقا مردود بشماریم، حتی اگر بدترین و مضحکترین فرد باشه. و سرش هم اینه که بالاخره فردیت او اون رو باید به مثابه واقعیت تغییر ناپذیری پذیرفت. میگه در موارد وخیم آدم میتونه به خودش بگه خب چنین انسانهای غریبی هم باید وجود داشته باشن دیگه. شوپنهاور اینو میگه و میگه اگر این کارو نکنیم واقع بینانه رفتار نکردیم. چرا؟ چون هیچ کی نمیتونه فردیتشو، یعنی خصوصیات اخلاقیش رو، نیروهای ذهنیشو، طبع و جسم خودش رو عوض بکنه و تغییر بده. میگه اون وقت اگر ما این رو نادیده بگیریم و یک سر اون رو محکوم بکنیم، ظاهرا چاره ای نداره جز این که مثل دشمن جانی با ما بجنگه، زیرا ما فقط به این شرط حق وجود براش قائل شدیم که غیر از اون کسی باشه که هست و این ناممکنه. خب شما اون رگه ها و سویه های دترمینیستیک رو هم این تو میبینید دیگه، که آدم از نظر شوپنهاور چندان قابل تغییر اساسی نیست و این گونه نیست که ما انتظار داشته باشیم فلانی در درازنای زمان احوالش عوض بشه. نه، میگه بعد براشون قائل به حق باشیم که زندگی بکنن این چنین. بعد یه ضرب المثلی هم ذکر میکنه که میگه این ضرب المثل شاید حرف من رو بهتر توضیح بده، که اون ضرب المثل اینه که زندگی کن و بگذار زندگی کنند. میگه آدم زندگی خودش رو باید بکنه، بذار دیگران هم زندگی کنن. بعد میگه اما این رفتار آنقدر که درست است آسان نیست و آن کس سعادتمند است که از برخورد با بعضی از هم نوعان همیشه در امان باشد. هنر تحمل کردن انسانها را میتوان با تحمل کردن اشیاء بیجان تمرین کرد. میگه آدم میتونه برای اینکه دیگر انسانها را تحمل بکنه، آستانه تحملش بره بالا، با اشیاء بیجان تحمل بکنه که به علت خواص مکانیکی و فیزیکی که دارن
با سرسختی سد راه ما میشن، اما ما باید شکیبایی رو پیدا کنیم در مقابل اونها. مثلا مثال میزنه، ما رفته رفته میتونیم آستانه تحملمون رو ببریم بالا و دریابیم که چقدر احمقانه است از یه سنگی که پیش پای ما میغلطه و راه ما رو سد میکنه خشمگین بشیم. یه اولش هم ممکنه من فرض کنی یه روزی بیام از خونه بیرون ببینم یه سنگی پیش پای من قرار گرفته راهمو سد کرد، یا یک فرض کنید مانع طبیعی دیگر. میگه خب من در برابر موانع طبیعی یا اشیاء طبیعی که بی جانن، اگر بتونم آستانه تحملم رو ببرم بالا، میگه اون وقت کلن میشه آستانه تحمل کردن رو بالا ببریم و بفهمیم که به هر حال راه رهگشا در زندگی، راه زندگی حکیمانه اینه که زندگی کنیم و بگذاریم زندگی کنن، زندگی کن و بگذار زندگی کنن. کار البته خیلی سختیه با، اما ظاهراً آنچه که شوپنهاور میگه من تأمل میکردم خالی از بصیرت نیست. یعنی یه جاهایی آدم به هر حال، حالا بگید تحمل کردن، بگید هوشمندی و واقع بینی اقتضا میکنه، آدم یه چیزایی رو بپذیره که هست دیگه پیرامونش، و بعد هم ظاهراً بگه که خب من هم یه گیر و گرفتاری از نظر دیگران دارم که اونا هم دارن من رو به نوعی تحمل میکنن. یعنی اگر این کانسپت در ذهن من و شما نقش ببنده، فکر میکنم این روح مندرج در کلام شوپنهاور که آدم مدارا و احتیاط رو سرلوحه کار خودش قرار بده در زندگی، بهش بیشتر میرسه و اون رو محقق میکنه. میدونید برخی از مواقع خب واقعا درست میگه، آدم ها رو که نمیشه عوض کرد، اونم وقتی سنی ازشون گذشته است. و دو تا راه داریم، یا اون رو حذف بکنیم، حذف نه اینکه یعنی حذف فیزیکی کنید، یعنی از زندگیتون کنار بذارید، یا اگر به نحوی از آنها بالاخره فرض بفرمایید که جزء بستگان شماست، جزء بستگان همسر شما، جزء خانواده خودتونه، به نحوی از آنها باید باهاش کنار بیاید. خاله شماست، دایی شماست، هر کسی عضوی از خانواده است، یا همکار شماست، به هر حال هر روز چشمتون تو چشم همه. یه بخشیش هم اینه که به تعبیر شوپنهاور فرد این امر رو تحمل بکنه و برای اینکه این قصه در او بدل به یه ملکه‌ای بشه، میتونه از یه کار دیگری آغاز بکنه، یعنی از تحمل کردن اشیاء بی جان بیاغازه. خب آن نکته‌ای که به صورت خاطره میخواستم ذکر بکنم که شاید یک بار هم یه اشارتی به آن کردم، دوستی که پیشینه فلسفی هم دارد و دکتری فلسفه در سنت فلسفه تحلیلی، ما با هم ایران همکار بودیم، الان در کانادا آمده است و دوره دو ساله عرض می شود که کانسلینگ سایکولوژی خوانده است و به زودی می خواد مشغول به کار بشه اینجا در این حوزه. ما هم چند بار گفتگو کردیم مفصل، عرض می شود که راجع به این کار و نسبتی که این پیشه با تفلسف داره و اون پیشینه فلسفی امثال ما پیدا می کنه. بعد یه بار به او گفتم فلانی، تو حالا اگر بخوای این ماحصل تجربه زیسته دو سه سال اخیرت رو به من بگی و درسی که تو این عرصه خوانده ای چه تفاوتی در تو ایجاد کرده است، به من گفت ببین، پس از تأملی که کرد گفت ببین من ایران که بودم، خب ما همه لیبرال بودیم و قائل به تالرنس و مدارا بودیم و هستیم که دیگری رو باید پذیرفت، حقوق بنیادیش این بنیادین او رو پاس داشت و امثاله همه. گفت اما یه اتفاقی که اینجا برای من افتاده، هرچی که بیشتر سازوکارهای حاکم بر ذهن رو خوانده ام و با دنیای رنگارنگ و پیشینه تربیتی و معرفتی متنوع آدمیان آشناتر شده ام، میگفت اون قصه پذیرش دیگران نه از مرتبه، نه از سر تحمل الان دیگه سر میزنه از من، خیلی واقع بینانه تر و ریالیستیک شده. یعنی اینگونه نیست که تلاش میکنم برای تحمل دیگری که در سیاست، در دیانت، در هنر، هر چی خیلی با من متفاوت میاندیشه، بلکه انگار من به رأی العین میبینم از چه مسیرهای او عبور کرده، من از چه مسیرهای عبور کردم، و این تالرنس جای خودش رو به پذیرش داده.
توجه کردید؟ میگم این یکی از اون نکاتی است که این تحصیل و تجربه زیسته دو سه سال اخیر به من داده است و میگم در همین راستا من این توانمندی رو هم پیدا کردم، هرچند که تلخ بوده، یه جایی عمیقا مثل داروی تلخی است که خوردم که خودم ببینم از کجاها عبور کردم. نواقصی که در تربیتم بوده، نواقصی که حتی بر مادر و پدر من نامکشوف بوده به رغم جد و جهد خالصانه که کردن، اما یه جاهایی رو نمیدونستن و خطا رفتن، رو منم تأثیر گذاشته، تأثیراتی که حتی بعضا امها نشدنیه. اما من اکنون این توان رو دارم که خودم رو هم ببینم و هرچند بخشایش تلخه، اما خب نسبت به خودم هم هامبلتر شدم، یعنی متواضع‌تر و واقع بین‌تر. همونطور که دیگران رو میبینم که از کدوم فیلترها، از اون کدوم مسیرها حرکت کردن، خودم رو هم میبینم. حالا ملازم میفهمید این با این سخن شوپنهاور که به هر حال شخص بکوشه آستانه تحملش رو اینگونه بالا ببره تناسب و تلاؤمی داره. دو فقره دیگر رو هم که من اختیار کرده ام بخوانیم و بحث امروزمون رو ختم بکنیم. یکیش اینه که راجع به نوعی نگاه واقع بینانه به دیگران کردن. بله این رو بخوانم و عرض می شود که حیفم میاد چون یکیش رو امروز نخوانم، اون رو می خوانم و فقره 28 در انتها. میگه که ما هر کدوممون یک کپاسیتی داریم، توانمندی ذهنی، مزاجی، شخصیتی. یکی از راهکارهایی که انسان رو در زندگی موفق‌تر می‌داره و کامیاب‌تر اینه که هیچ کس نمیتونه فراتر از آنچه که خود هست رو ببینه. یعنی چی؟ میگه شوپنهاور منظورم اینه که هر کس در دیگری بیش از آنچه که خود داره نمیتونه ببینه، زیرا او رو فقط به قدر هوشمندی خود میتونه ادراک بکنه و بفهمه. پس اگر اندیشهش نارسا باشه، هیچ استعداد ذهنی فردی دیگر، حتی بزرگترین استعدادها هم بر او تأثیری نخواهند گذاشت و از صاحبش جز پسترین خصوصیات فردی، یعنی همه ضعف‌ها و کمبودهای مزاجی و شخصیتی، چیزی درک نخواهد کرد. چی میخواد این رو بگه اینجا؟ اونقدر که من متوجه میشم میخواد بگه که حظ و نصیب آدمیان با یکدیگر متفاوته و فی المثل اگر شما دریا صفت باشید یا به اندازه یه استخر باشه کپاسیتیتون، ظرفیتتون، من اگر انگشتوانه باشم یا من اگر هر چی که هستم به اندازه یه لیوان باشم، از اون حد بیشتر نمیتونم از شما سهم و نصیب ببرم. با وقت طرف مقابل هر چقدرم زور بخواد بزنه، از یه حدی بیشتر این آستانش فراتر نمیره. این در همون راستای نگاهی است که معتقد غالب انسان‌ها به لحاظ ذهنی و دماغی و اخلاقی خیلی متوسطن و به همین خاطر میگه که یه جاهایی هم صحبتی با دیگری به رغم اینکه می‌خوای تلاش بکنی او رو از این آستانه کنونیش سوق بدی به سمت بالا محقق نمیشه. یعنی ظرفیت‌ها محدودن. میگه اینم یکی از نکاتی است که پاره‌ای از آدمیان هوشمند یه جاهایی مجبور میشن خودشونو خار خفیف بکنن بر اثر معاشرت با افرادی که وجوه مشترکشون خیلی کمه، IQشون هم به تعبیر امروزی ها خیلی متعارفه. میدونید شاید حالا قبلا هم اینجا بحث شد تو این جلسات، نمیدونم آدمیانی با هوش فراوان و وافری مثل خود شوپنهاور یا چرا که در احوال برخی دیگه از فیلسوفان نابغه مثل ویتگنشتاین نوشتن، شاید برخی از اوقات به همین خاطر از هم صحبتی با دیگران کلافه می شدن. مثل این میمونه که یک کسی ظرفیتش 5 لیتر باشه، بعد با کسانی داره نشست و برخاست میکنه که ظرفیتشون 500 سیسیه مثلا میگه، و خب از یه جا به بعد دیگه به قول او هی باید خودشو خارو خفیف کنه، هی بیاد پایین و این کلافش میکنه. حالا در یه سطوح پایین تری ما به خدامون که برسیم، من خودم رو عرض میکنم، فرض کنید با یکی شما هم سخن میشید
در باب احوال وجودیتون، بعد از چند دقیقه متوجه میشید نه اصلا تو دو تا دنیای متفاوتید و اصلا میگه ولش کن بذار راجع به یک امر دیگری سخن بگیم. همه ما از این تجربه ها داشتیم و اینجا داره به این نکته اشاره میکنه و اینکه هرچند این سخته و تلخه، اما آدم این رو اگر بدانه و بفهمه که به هر حال هر کسی یه حظی داره، یه حد و سهمی داره، درجه ادراکی داره و قرار نیست یک موضوع رو همگان دریابند، نمیشه دربارش با همه به یه نحوی سخن گفت و اینا با مزاج و شخصیت و کرکتر و هوش و سواد انسان‌ها ارتباط وثیقی دارن، اون وقت شاید بشه نتیجه‌ای که ازش گرفت اینه که به نحو واقع بینانه روابطش رو انسان با دیگران تنظیم میکنه. شاید این سخن عرفا که میگفتن راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست، بی نسبت نباشه با این سخن شوپنهاور که پاره از مزامین رو شما اصلا به دیگری بگی که اهلیتی نداره، از دار آشنایی نیست به اصطلاح، اینا اصلا منکرش میشه، قدر گوهر رو نمیداند و هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. یه گوهر رو شما میدی، اما کسی که طفل صفت باشه اون گوهر رو در برابر یه قرص نان تعویض میکنه، اهمیتش و قدرش رو نمیدانه. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. حالا مولانا وقتی از راز سخن میگه اون کانوتیشن معنوی و عرفانیش هم مطمئن نظرشه، اینا پیش چشم شوپنهاور نیست، اما همین که یه نکته نقض و ناب رو میخوای با کسی در میون بذاری که خب حدش از درجه ادراک او، درجه فهم او مشخصه. شما ممکنه بگید که این سخنان یه جور بوی خودشیفتگی هم میده. حقیقتش فکر کنم مادامی که در حصار و حوزه خلوت شخص و خصوصی است، به نحوی که در رفتار او ریزشی نکنه، یه امر فکتواله. میدونید من کاملا و عمیقا باور دارم به اگالیتریانیسم، یعنی ما باید در مرتبه مناسبات و روابط با دیگران حقوق آدمیان رو کاملا پاس بداریم، هیچ فرقی نمیکنه یکی آیکیو آینشتاین رو داشته باشه یکی آیکیوش 80 باشه، حقوق اینها در جامعه باید یکسان باشه. اما خب منکر تفاوت ها هم نمیشه شد، همطور که آدمیان قدشون با هم متفاوته، رنگ پوستشون، رنگ چشمشون، حظ و بهره از زیباییشون چه زن چه مرد با هم متفاوته، خب هوشمندیشون، هوشبهرشون، فضلشون، به قول شوپنهاور درجه ادراکشون، اینا خب با هم فرق میکنه. به همین خاطر میگه دانستن این روابط رو واقع بینانه تر میکنه. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم و پس از آن بحث رو ختم میکنم، جالبم هست این نکته رو که شوپنهاور نقل میکنه و از تجربه زیسته ظاهراً انسانهای بزرگ این برمیاد. شبیه این رو حالا عرض میکنم که روایتی از این رو مولانا در مثنوی هم آورده است و خیلی نکته سنجانه است، من هم در تجربه زیسته هم شبیه این رو دیدم، ذکر میکنم و انشالله تتمه این بحث شیرین و جذاب رو به نوبت آتی می سپاریم. اون نکته چیه؟ میگه که خیلی از انسان‌ها وقتی بهشون محبت زیاد میکنی، اتفاقا باید خیلی بهوش باشی و برحذر باشی که نکنه از آسیب اونها متضرر بگردی. توجه دارید؟ بذارید براتون بخونم. میگه آدمیان مانند کودکانن، از این حیث که اگر بد تربیتشان کنن بیادب میشوند، بنابراین با هیچ کس نباید بیش از اندازه گذشت یا محبت داشت. همانطور که دوستانمان را نه به علت رد کردن تقاضای قرضی که از ما خواستند، بلکه به علت این که با آنان قرض داده ایم از دست می دهیم. یعنی قرض می دی طرف دیگه نمی تونه برگردونه یا هرچی، بعد دوستی مختل میشه.
هیچ کس را به علت رفتار غرورآمیز و بی‌اعتنایی اندک از دست نمی‌دهیم، بلکه به این علت که رفتاری بیش از اندازه دوستانه و فروتنانه از ما دیده است از دست می‌دهیم. این رفتار موجب نخوت و تحمل ناپذیر شدن آنان می‌گردد و به شکست رابطه منجر می‌شود. انسان‌ها به ویژه از این فکر که کسی به آنان نیاز دارد تعادل خود را از دست می‌دهند. گستاخی و تکبر نتیجه ناگزیر این رفتار است. خب قابل تأمله اینکه با هیچ کس نباید بیش از اندازه گذشت یا محبت داشت، و توضیحی که میگه دوستانمون رو نه به علت رد کردن تقاضای قرضی که از ما خواستن، چون وهله نخست ممکنه من از شما دلگیر شم چون از شما الان فرض کنید 3000 دلار خواستم که قرض بدید بعد شما ندید به من و منم فکر کنم که شما داشتید و ندادید، فرض بفهمید. میگه خب این حالت هست که من فکر کنم این سبب میشه که دوستی ما از بین بره. میگه نه، به علت این که به اونا قرض داده ایم از دست میدیم. یعنی طرف بعد مدتی احساس میکنه از زیر دین شما نمیتونه خارج بشه. من میخوام این سخن شوپنهاور رو تکمیل بکنم. او لب مطلب رو گفته اما بست نداده، چون بقیهش رو هم که من به دقت خواندم این نکته که من میخوام بگم توش نیست، اما به یه جا میرسه. و اینکه انسان ها مثل کودکند که اگر بد تربیتشون کنی بی ادب میشن، به همین خاطر نباید بیش از حد به ایشان محبت کرد. فکر میکنم استدلالی که در اینجا یا تبیینی که اینجا در کار است اینه که شخص زیر دین سنگینی میره و چه بسا خارج شدن از آن زیر آن دین اینقدر براش سخت باشه که واکنش های نامتعارف از خود نشان میدهد. اگر قصه روستایی و شهری رو در دفتر سوم مثنوی به خاطر داشته باشید، در جلسات شرح مثنوی به تفصیل به این داستان دلنشین دفتر سوم پرداخته ایم. حکایت همینه و حالا خیلی نکات تو اون داستان هست از غرر داستانهای مثنویه، اما یکی از مزامین کلیدی که اینجا به بحث گذاشته شده است و با سخنان شوپنهاور تناسبی داره این تعبیره که اتق من شر من احسنت الی، میگه بترس از شر کسی که به او احسان کرده. تعبیر قدری پارادوکسیکال، یعنی چی؟ اتق من شر من احسنت الی، بترس از شر کسی که به او کمک فراوان کرده ای، به او احسان بسیار کرده ای. خب در آن داستان هم قصه از همین قراره دیگه. روستایی بود که هر سال می آمد به شهر و منزل شهری می ماند و بازرگانی بود شهری. 10 سال این اتفاق افتاد و هر سال هم می گفت شما بیا با عهد و عیال بیاید سمت ما، با اهل و عیال بیاید پیش ما باشید، و هر سال او هی جواب رد میداد تا اینکه بعد از 10 سال بالاخره بچه ها هم اصرار کردند و اینا راه افتادن رفتن. بعد از سفر طولانی که رفتند، و بعد شرح شیرینش رو از زبان خود مولانا بشنوید، وقتی که با اهل و عیال میرن و میرسن اونجا و بالاخره پرس پرسون سراغ اون رو میگیرن و بعد در رو باز میکنم که بله، میگه ما گفته بودی آمدی، بعد میگه من تو رو نمیشناسم اصلا. بعد میگه چی منو نمیشناسی؟ میگه آره من اصلا شما رو نمیشناسم، شما کی هستی؟ میگه من؟ شوخی میکنی؟ هر سال تو میای از روستا به شهر، منزل ما میای، نون و نمک با هم میخوری، محل کار من میای، خودت هی گفتی به ما بیا، ما هم هی سوفه سوفه کردیم، به تاخیر انداختیم، الان بعد از 10 سال اومدیم. میگه نه من اصلا تو رو نمیشناسم، و برو مانع کاروبار من هم نشو، جایی هم نداریم اینجا بیای. این بازرگان هم که متحیر و شرمنده زن و بچه که سفر به این طولانی رو آمده بودن، خب نمیتونستن برگردن، تای همون کوچه اتراق میکنن به اصطلاح تا یه چند روزی بگذره و دوباره بتونن عزم سفر کنند و برگردن به شهر و کاشانه خودشون. شب پنجم که میشه رعد و برقی میزنه شدید و
به نحوی که دیگه اون باران سیلوار امان خانواده رو میبره. میاد ناامیدانه و خشمگینانه در میزنه و روستایی میاد دم در، میگه بله من که گفتم نمیشناسمت. گفت باشه، به اندازه 5 سال در این 5 شب به ما سختی گذشت و من حقارت و تلخی کشیدم که به عمرم نکشیده بودم. تو این امشب رو که رعد و برق داره میزنه به اهل و عیال من جا بده، ما فردا صبح میریم. بسمه دیگه مهمانی و عرض میشود که میزبانی و اینا رو نخواست. میبینی که چه وضعیتیه. روستایی میگه که خب نه، باز تو خونه من که نمیتونه بیاد، اما یه طویله هست اونجا میتونی بری، سرپناه تو و زن و بچت باشه، اما یه شرط داره. میگه شرطش چیه؟ میگه اونا بخوابن، اما این تفنگو میدم دست تو، این تیر و کمون رو هر چی که هست، تو باید بیدار بنشی و اگر یک گرگی، یک گرگ صفتی به تمثال گرگی حمله کرد به سمت عرض میشود که طویله و خاص گوسفندان من رو بدره، تو اونو باید از پا دراری. اینم گفت باش، چاره ای نداشت. گفت در کف شیر نر خونخاره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. گفت باش. اینا آمدند و اهل و عیال رفتن، پشت بر پشت روی هم خوابیده بودن، که اونجا برخی از ابیاتش خیلی تکان دهنده است که بچه‌ها و زنش میگن ما چه گناهی کرده بودیم به درگاه خدا که این چنین باید نصیب ما میشد و این چنین پشته روی هم بخوابیم چند طبقه و زیر برف و بازیر بارون و عرض میشود تگرگ و رعد و برق. و جناب شهری هم تیر و کمون به دست نشسته بود. نیمه های شب بود، دید که یک از اون پشته یک چیزی بر مثال گرگ بلند شد که حمله کرد یا میخواست بیاد به سمت گوسفندان و طویله، تیر رو گذاشت در کمان و زد و عرض میشود که اون حیوان هم افتاد. خب نیمه شبان بود، او درست نمیدید، بارونم میومد، تاریکم بود. بعد هنگامی که افتاد، داشت میافتاد زمین، یک بادی هم از مقعد او خارج شد. بعد از چند دقیقه این روستایی بر سر کوبان از در آمد بیرون و اومد یقه این چیزو گرفت و گفت چی کار کردی تو؟ منو بیچاره کردی و کرخر منو کشتی و فلان. این هرچی که بهش گفت که نه، با کرخر کدامه، من اینو دیدم، تمثالش به گرگ میخورد، شب بود البته، بارونه، اما من تشخیص دادم، نشسته بودم، چش بر هم نگذاشتم چنان که تو گفتی و من مطمئنم که به احتمال قریب به یقین نه من گرگ زدم، خرکره تو کجا بود؟ بعد پاسخی که اومیده جالبه، میگه نه، من باد خرکره خودم رو از میان 25 باد میشناسم. روستایی میگه و میگه که من مطمئنم این عرض میشود خرکره من بوده. به اینجا که میرسه اون مرد شهری و بازرگان میبینه که خب جای خوبیه، یقش رو میگیره، میگه فلون فلون شده، مردک شیاد شارلاتان، تو باد خرکره خودت رو در میان باد و بوران از 20 تا باد تشخیص میدی، اون وقت دوست و همراه 10 سالت رو نمیشناسی؟ بنگ و افیون رو هر دو با هم خورده ای؟ و ادعا میکنی که نمیدونم من فلان رو از بهمان نمیشناسم، چون اولش هم گفت من اینقدر غرق تماشای حقم و عرض میشود غرق عبادتم که اصلا چیزی رو خیلی نمیگفت. تو با اون ادعاهایی که میکردی باد خرکرت رو نصف شب تشخیص میدی، بعد دوستی و همراه 10 سالت رو نمیشناسی. و اون وقت بهش میگه دیگه کبله شیاد شید آورد، یا کبله ترار شید آورده، و میگه بشه. حالا ببینید مرادم اینه، اون وقت یکی از نکاتی که اونجا مولانا میگه، داستان که به اینجا میرسه، خب حالا او رسوا میشه، در این حال نتیجم جنبندی که میکنه مولانا یکیش اینه، اتق من شر من احسنت لی، از
شر کسی که به تو خیر بسیار رسانده است، ببخشید تو بهش خیر بسیار رسانده ای، بترس، احسان به او کرد. و این که مولانا، ببخشید شوپنهاور اینجا این رو میگه، میگه رفتاری که بیش از اندازه دوستانه و فروتنانه از ما کسی دیده باشه، این از قضا ممکنه سبب بروز خصومت و دشمنی بشه، در تناسب با اون سخن مولانا است. و جالبه این قرابتی که اینها با هم دارن و انسانشناسی که در کار ایشان است و اینکه آدمی یک چنان نهاد پیچیده‌ای داره. من چون وقت گذشته دیگه از ذکر احیانا نکات دیگر یا خاطراتی که در این باب داشتم اکنون در می‌گذرم، اما لبش همینه و جالب بود برای من که شوپنهاور به این قصه تفتون یافته است و معتقد یکی از اصول حکمی برای سامان بخشیدن به زندگی مشهون از فلاورشینگ اینه که انسان حواسش باشه. گفت نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا من زندازه بیش. آدم بدونه دیگران رو چگونه اند و روابطش رو با اونها تنظیم بکنه. انشاءالله یکی دیگه از نکاتی که نوبت بعد خواهیم خوان و محل توجه شوپنهاور بوده اینه که رابطه با دیگران به تعبیر من باید خیلی به نحو طبیعی پیش بره. میگه به کسی که نمیشناسی خیلی با اون نزدیک نشو و اینگونه نباشه که یک دفعه پیش بری بخوای به رابطه عمق ببخشی بدون اینکه بشناسی او رو یا به نحو طبیعی رابطه پیش رفته باشه. میگه چون اون آثار و نتایج سوی برش مترتبه. کلن در این نوع سخنان در این بخش معطوف به تنظیم رابطه با دیگری داره سخن میگه و اینکه اولا دیگران رو چنان که دیدیم واقع بینانه بدون، کرکترشون عوض نمیشه. اینکه گفت برو و با موجودات بی جان آستانه تحملتو بالا ببر یکیش بود. یکی اینکه به کسی بسیار عرض میشود که محبت نکن بی علت و بی رشوت. و فقره بعدی که خواهیم خوان نوبت بعدی همینه، از داشتن نظر مساعدی بیش از اندازه به کسی که تازه باش آشنا شدی بپرهیز. بیش از اندازه آپتیمیست نباش، آپتیمیست راجبه کسی که تازه آشنا شدی، چون ممکنه بر اثر خطای خودت شرمگین بشی یا متضرر بشی. و بعدم یه نکته‌ای که در اینجا میگه اینه که اتفاقا درست در امور کوچک شخصیت اشخاص آشکار میشه، چون در این اموری که انسان نمیکوشه بر خودش مسلط باشه و یه نقابی به چهره بزنه و غالبا میشه از اعمال ناچیز و روش عادی افراد به اون خودخواهی بی حد و مرز و بی ملاحظگی مطلق فرد نسبت به دیگران پی برد. و به همین خاطر میگه آدم باید مجال بده به اینکه رابطش با دیگری به نحو طبیعی شکل بگیره و پیش بره، نه اینکه به مجرد آشنا شدن شما نظر مساعد بسیاری داشته باشی و بعدن هم از این لطمه بخوری. و شاید این همون متافور و تمثیل جوجه تیغی باشه که چند بار از شوپنهاور شنیده میگه. مثل جوجه تیغی ها به هم نزدیک میشن اما نه بیش از حد. و البته این منافاتی نداره با اینکه شخص نظر مساعدی به کسی پیدا بکنه پس از آشنایی عمیق و درازاهنگ. الان ایه حالین، این هم فقره و توصیه بعدی بود که من ابتدای اون رو گفتم، انشالله تتمه اون رو نوبت آتی ذکر میکنیم. خرسندم و امیدوارم مجالی داشته باشیم که در یکی دو جلسه آخر چنان که به پاره از عزیزان قبل از شروع کلاس میگفتم به تفاوتهای انسانها در سنین گوناگون که در فصل ششم و آخر کتاب در باب حکمت زندگی آمده هم بپردازیم که فکر میکنم به کار همه ما میآید. از توجه دوستان سپاسگزارم. مشتاقم که از نکته سنجی های شما استفاده کنیم و پس از آن بحث رو ختم کنیم. بفهمید در مورد اینکه ابتدا فرمودید که شوپنهاور میگه که در جوانی ما بیشتر به دنبال خیال و اینا میریم، از نظر علمی بخوایم نگاه کنیم برعکس قدیم که میگفتن که بعد از تولد مغز دیگه دیولپمنت پیدا نمیکنه، اخیرا متوجه شدن که بعد از تولد هنوز دیولپمنت مغز ادامه داره، به خصوص اون قسمتی از مغز که مربوط به انسانه، یعنی اون قسمت جدید مغز و قسمت برتر مغز.
که مربوط به انسانه و مربوط به ابسترکت تینکینگ یا تفکر انتزاییه، که میگن تا حدود 24 سالگی هنوز این در حال دیولپمنته. و یک علتی هم هستش که میگن که شخصیت بشر تا بین 18 تا 22 سالگی تکمیل میشه همینه، چون هنوز اون قسمت ابسترکت تینکینگش هنوز دیولپمنت کامل پیدا نکرده. و یه مسئله دیگه میگن که اگر مواد در سنین پایین شروع بشه، چون مواد مخدر حالا از هر نوعش، حالا حشیش باشه، حالا شیشه باشه، حالا تریاک باشه، الکل باشه، اینا زیاد مصرف میشه، دقیقا رو همون قسمت مغز اصلا داره که در حال دیولپمنته و اونجا رو مشکل درست میکنه. و اگر کسی در سنین پایین شروع کنه به مصرف مواد، احتمال معتاد شدنش خیلی زیاده و احتمالی که رو پرسونالیتیش اثر بذاره خیلی زیاده. همین مسئله هستش اینا. بعد یه مسئله دیگه هم که شما فرمودید که خب انسان به خیال بیشتر علاقه داره تا بیاد ابسترکتینگ و تفکر انتزایی، چون که اون قسمتی از مغز که مربوط به تفکر انتزایی انرژی بیشتری مصرف میکنه، چون میدونیم که مغز فقط از گلوکوز استفاده میکنه. اون قسمت مغز که تفکر انتزایی داره گلوکوز مغز رو خیلی مصرف میکنه. بلتب خب انسان کاری میکنه که زیاد انرژی نبره، اون خیالات انرژی کمتری مصرف میکنه، پس براش راحت تره تا بیاد فکر کنه و چلنج کنه. و معمولا هم وقتی قند خون میفته، اولین چیزی که فرد تحت تاثیر قرار میگیره مال همون قسمت پیشرفته مغزه. یعنی فرد کنترلش رو از دست میده، ابسترکت تینکینگش رو از دست میده، چون اونجا به افت قند خون و به کمبود انرژی خیلی حساس هستش. این مسئله خوابم که شوپنهاور گفته که حالا انسان به خواب و اینا، 6 ماه پیش یه مقاله در اومد که حالا من نمیخوام حالا تایید کنم یا چیز کنم، ولی مقاله علمی بود که پخش شد، حالا یک مقاله بود که افرادی که آیکیو بالاتر دارن بیشتر به خواب نیاز دارن. حالا اینم که ایشون میگه زیادم بیراه نگفته، این مقالهش هم در اومده. حالا شاید مغزشون حالا بیشتر کار میکنه، من نمیدونم، ولی بیشتر به خواب نیاز دارن. عجب. بله. راجب اون قصه دوگانهی که گفتم، عقل و عاطفه و اون چیزها، مگه ملاحظه دارید اون بخش که تأثیرات آنی که با همون ایماج و خیال و اینا در میرسه و بعد تعقلی که من مثال اون خانمی رو زدم که بعد خب اونه که همون خدمتون عرض کردم که اون تفکرات آنی مال قسمت پایین‌تر مغز دیگه، حالا مربوط به ما میگیم که اون احساسات و اینا آمیگدال و هیپوتالاموسه، یکم پایین‌تره، یعنی یکم حیوانات پایین‌تر هم دارن. ولی این عقل مربوط به دورس و لترال فرونتاله، یعنی قسمت قدامی پیشانی، که فقط مربوط به انسان و اونجاست که انرژی میبره. خب بلتب اون انرژی نمیخواد بدون ناخودآگاه، بسته به ناخودآگاه فرد میپره بیرون، خودشو نشون میده مثل ماهی که سرشو عذاب میکنه اون. ولی تفکرات انتزاعی خب باید چلنج کنه و نیاز به انرژی داره، بلتب اون آسونتره و زودتر خودشو نشون میده تا اون که باید چلنج بکنه و انرژی مصرف کنه. اینو دقیقا شما درست میفرمایید. خب اون وقت حالا من از قول شوپنهاور گفتم قصه فرض بفهمید، حالا اون احساسات عواطفی که هست، اگر قصه رومانس رو یا عشق رومانتیک رو، بله بله، که یه اتفاقی است که بین دو نفر میفته و همونطور که بین یکی مستحصرید، اختیاری هم نیست، دست کم کاریه، بله بله، این تماما به اون مقام و اون سطح راجعه یا میتونه مراتب عالیه هم داشته باشه. ببینید عشق رمانتیک به این شدیدی که حالا شما فرمودید میتونه خیلی زیر بنا داشته باشه، یعنی ما باید طرف رو ببینیم، میره سراغ طرحواره یه طرف که زندگی به حساب اولیش چی بوده، ارتباطش با والد جنس مخالفش چی بوده، مثلا اگه خانومه ارتباط این خانوم با پدر چطور بوده، ارتباطش با مادر چطور بوده، چقدر سپورتش کردن، چقدر محبت دیده، اینا همه هست تا میاد بالا. و اصلا ممکنه این یه تفکر وسواسی باشه، بعضی از این عشقا حالت فکر وسواسگونه داره که ایشون میگه من هرچی میخوام از سرم بیرون کنم، اما این میاد مثل فکر وسواسی که طرف میدونه که این فکر درست نیست، همین دلایل که شد.
ولی میاد. یعنی باید طرف رو ببینیم که چرا، ولی اینها هم بیدلیل نیست و روی پیشینه فردی که ممکنه شخصیتش dependent personality باشه. این چون اعتماد به نفس خیلی پایینی داره dependent میشه به یه نفر که خیلی حالا یه ذره بهش توجه کنه یا احساس کنه بهش علاقه داره. یکی ممکنه borderline personality باشه، یعنی unstable باشه، عاشق این میشه میکنه میره، عاشق اون میشه میکنه میره، عاشق تو اوج میره عشقش بعد افت میکنه میاد پایین. یعنی اینا همه این ریزکاری ها هست، چون من دقیقا نمیدونم که اون خانم مشکلش چی بوده. یه سری افسرده ها که اعتماد به نفسشون پایینه، وقتی یکی میاد مثلا توجه میکنه اعتماد به نفسشون رو یکم بالا میبره به اون وابسته میشن. یعنی اینجور عشقا همه علت داره. یعنی باید ببینیم حالا نه ببخش کم تو نه فارغ از این قصه خانم، مرادم این بود که نوع رابطه رمانتیک، چون الان شما ناظر به دو ساحت از مغز بحث کردید، یکی اون ابسترکت تینکینگ که بالاتر، یکی هم حالا اون لوب دیگر مغزه که گفتید در حیوانات. و من میخوام بگم که خب عشق رمانتیک خب با مناسبات و روابط جسمانی هم توأم میشه. بله بله. یه بخشیش که از جنس غریزه هم هست. بله بله. اونا شاید اون فصل مشترک با حیوانات باشه. در این حال یه بخشیش هم اونجاهایی که هم پوئتیک هم ناظر به یه رابطه ویژه‌ای که به نظر میاد خیلی انسانیه. میخوام بگم این رو هم حالا در مطلق عاشقی میگم، نه کیس فلانی و بهمانی، این یه جور میدونید از مرتبه حیوانی فکر میکنم فراتر میره. یعنی فصل داره. مشترک حیوان و انسان نیست. حیوانات هم رده بندی دارن دیگه، این مغزشون کامل تر میشه تا به انسان. این دو جور داره، یه جوری که یکی رو میبینه ناخودآگاه، حالا اصلا اینو نمیشناسه که این چشه عاشق این میشه، این یه مقدار پایین تره و مربوط به همون آمیگدالا هیپوتالاموسه که حالا توی حیوانات هم هست و به پیشینی فرد. یعنی ممکنه در گذشته یکی بوده باشه، به این محبت کرده باشه، شبیه این باشه، یا حالا یه چیزایی توی خودش نداره بر طبق نظریه کارگساقیان که حالا برعکسشو داره توی این میبینه و میخواد مثل پازل کامل کنه و خیلی این چیزای دیگه. اینا مربوط به پایین تره، ولی یه وقت میبینه یکی بالاترشه که بر اثر بالاتره معرفت محبت بل اونو یه مدتی با یه نفر آشناس دوست همکار اینا بعد بهش عاشق بله. این یکم بالاتره، یعنی حالا یه سری چیزایی تو این دیده و تحلیل کرده، حالا بعد اون مسئله هم اضافه شده و عاشق شده. حالا یعنی بعد ببینیم این خانم که شما میفرمایید آیا اول تو لحظه اولشون دیده عاشق شده. نه میگم اصلا فار از این قصه خانم، میگم تو اون شق دوم که مسبوق به آگاهی و آشنایی به قول شما این از اون آمیگدال اینا بالاتر میاد. بله این یه مثلا بالا، حالا یه سری چیزای دیده، یه سری تجزیه تحلیل کرده، حالا اونم اومده اضافه شده. یعنی حالا این عشقا هم فرق میکنن، ولی خب معمولا ریشه دارن. معمولا کسی که اینجوری وسواسی عاشق میشه مثل این خیلی ریشه تو زندگی و پرسونالیتی و مسائل خودش داره. اینا رو مثلا باید پرسجو جویا بشه و میگم اصلا شاید فکر وسواسی باشه و خب ایشون هرچی سعی کنه که اینو بکنه هم ازش بیرون این بر میگرده. یعنی میگه من میرم مسافرت و حالا این ور و این ور که این یادم بره، بهتره که نوست باشه نسبت به این. یعنی اصلا بگه باشه بیا، اصلا کاری باید ندارم، این فکر رو میگه باشه تا یه مدت صبر کنه تا خود این فکر چیز بله. پس نوع این مطلق این نوع مناسبات از سطح آمیگدالینو میره بالا، ولی همچنان به ابسترکت نمیرسه ها. ابسترکت و آمیگدال با هم قاطیه، اونایی که بالاتره، ولی خب یه نوعش هم که همون لحظه اوله میتونه فقط اون باشه. بعضی وقتا مثلا در لحظه اول میبینه همون قسمت هیپوکامپوس و آمیگدال، بعد طرف با ابسترکت تینکینگ برای خودش توجیه میکنه. اینم هست توجیه میکنه رفتار ایشونو، بله اینش هم خوبه دیدید فلان کرد، اونو میگیره به کمک این ریزه کاری ها همه هست دیگه. درست این مسائل. بله ممنونم سردار جان. نکته ای که نظرتون رو بیشتر میخوام بدونم این که تجربه زیست شخصیتون هم شیر کردید، وقتی در مورد این که تو برهای مختلف زندگی گویا آدم عوض میشه و تا یه جایی میتونیم حد بزنیم که یه سیر تکاملیه. یعنی اگر به اصطلاح مسابقه هفته‌ای الان باشه بپرسن
از صدرا بپرسید میگم از صدرای 32 ساله بپرسید، نمیگم از صدرای 22 ساله بپرسید. یعنی یه سیر تکاملی شاید مثلا صدرای 90 ساله هم بره بگم مثلا صدرای 50 ساله بپرسید بهتر بوده، جوان تر بوده. ولی گویا توی یه برهه کوتاهی فقط میتونیم اعتماد بکنیم به این انسان، یعنی تا چندین دهه است گویا. میخوام بدونم چجوری میتونیم آدم هزار ساله باشیم، نه آدمی که توی چند دهه فقط جای رشد داریم. یعنی بین تا اینجا که من الان تا الان زنده بودم، دهه اول خبر خاصی نیست، دهه دوم بچگیه، دهه سوم تا بعد تجربه شخصی یابی بودن، همش ساختار شکنیه، دهه سوم گویا شاید گفتنه، میبی گفتنه، شک کردنه، دهه چهارم گویا و هنوز نرسیدیم، ولی اون چیز معروف چهارم که هستی الان، دهه چهارم یعنی 40 سالگی منظورم. خب اون میشه دهه پنجم دهه پنجم گویا اون ناامیدیه، اون مید لایف کرایسیس، بعد حالا نمیدونم بعدش چه خواهد گذشت، ولی گویا 4-5 دهه را میتونیم کم و بیش اسم گذاری بکنیم که چه اتفاقای مهمی برای این شخص میفته. و به نظر میاد که نمیتونیم از این بزنیم بیرون، یعنی راه زدن بیرون نداریم. که اصطلاح جالب از این که دوستای لهستانیم شنیدم، میگفتش که 9 تا زن حامله 1 ماه بچه بهت نمیده. یعنی الان من و شما هم الان توی اتاق نشستیم، مجموع سن هممون بالای 1 قرن سن داریم، ولی ما نمیتونیم به اندازه یه انسانی، به اندازه یه انسانی که 1 قرن فکر کرده تصمیم بگیریم. اینجا چجوری میتونیم این دهه ها رو رد بکنیم و یه برای این چیزی که زندگی ما رو محدود کرده بزنیم؟ یعنی انسان هزار ساله راهش چیه که مثل یه انسان هزار ساله فکر کنم، نه مثل یه انسان 30 ساله، مثل یه انسان هزار ساله بتونیم فکر بکنیم. باید هزار سالتون باشه که مثل یک انسان هزار ساله فکر کنیم. تنها راهش هم اینه؟ بله، برای اینکه ما بر طبیعت که غالب نیستیم، طبیعت بر ما غالبه. ما که از حالا هرچی اسمش رو بزنیم، بر طبیعت که نمیتونیم فراتر از اون بریم. منم به همین اصطلاح میگم روز نقطه زن 9-1 ماه به ما یه بچه نمیدن، منم همین احساس دارم. ولی خب راه حل بهتری نیست بابا؟ یک آدم 50 ساله روحش، ذهنش سالشه. و بدنش 50 سال است، بعد میشه 60 سال، بعد میشه 100 سال. ما نمیتونیم با این بجنگیم و مبارزه کنیم. نمی جنگم، ولی میخوام ببینم راه بهتری نیست. یعنی الان برای همین میگم الان مسابقه هفته رو اصطلاحش ساده کردم. الان از شما بپرسن شمای الان بهترید یا شمای مثلا 20 سالتون؟ یعنی اگر بخوام سوالی ازتون بپرسید، مثلا فلانی 20 ساله رو برید ازش بپرسید یا فلانی الان رو؟ تجربه است به نظر من. یک آدم 20 ساله باید به اندازه 20 سال تجربه داشته باشه و یه آدم 60 ساله باید اندازه 60 سال تجربه داشته باشه. غیر از اون نمیشه درباره بچه ها این فکر رو بکنی. دندان شیری مگر میشه که با تصمیم بیفته؟ نه، وقتش که برسه میفته. میوه درخت وقتی برسه میفته. ما نمیتونیم با طبیعت مبارزه کنیم. عرض می شود که حالا من اون دو تا نکته‌ای که سردار جان اشاره کردی به اختصار موضعم رو میگم، حالا دیگران هم خواستن نکتهشون رو یا رأیشون رو بفهمند. ببین، در باب دهه‌های مختلف این حالا میذارم جلسات بعدی بهش برسیم، چون شوپنهاور هم راجع به مراحل مختلف سن سخن گفته. اون که من داشتم، چون اشاره کردی به تجربه زیسته خودم، در باب این بلک اند وایت بودن گفتم که نگاه ما از انسان‌ها در باب آدمیان در یه برهه خیلی سیاه و سفیده. میدونی من یادمه یه مثال بزنم، همون حوالی که ما تازه دانشجو بودیم در رشته
رشته داروسازی درس میخوندم، یادم یه دوستی داشتیم که خب خیلی از جلسات و گفتگوهایی که داشتیم بحثای سیاسی میکرد، بعد راجع به شخصیتهای سیاسی خیلی سیاه و سفید صحبت میکرد، مثلا همین آقای هاشمی یادم اون موقع، و یه جاهایی هم منم باش هم داستان بودم یه جاهایی هم نه، خیلی بلک اند وایت. بعدها زمان برد تا من فکر کردم یا اکنون تصور میکنم نسبت به اون موقع خب خیلی پخته تر شدم نسبت به خودم، و اصلا دیگه راجع به آدم ها اینقدر بلک اند وایت قضاوت نمی کنم، نقاط مثبتشون رو میبینم، نقاط ضعفشون رو، و بعد میدونم خودم هم یکی از اونام. ببین خیلی از مواقع آخه اون نگاه یه نگاه بیرونیه، از ان اوتسایدری، شما انگار داری راجع به دیگران یه دوربینی هستی که فیلم دیگران رو میگیری، اما وقتی میگذره قدری سنت میاد بالاتر میبینی تو هم کم و بیش مثل بقیه ای، هممون ساکنان یک کوییم، نشستگان بر سر یه سفره، البته بالا و پایین داره، من مثل خاوری نیستم این همه پول دزدیده باشم، یا مثل فرض بفرمایید که هیتلر نیستم این همه آدم کشته باشم، اینا درسته. از اون موارد که بگذریم خیلی از آدمیان کم و بیش متوسط الحالیم، میدونی به قول حافظ دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. عموم انسان‌های متوسط الحال خرقه تر دامنی دارند و سجاده شراب آلوده، نه قدیسن نه از آن سو شرور و مشهون از پلشتیان، بینابینن، هم خبط و خطا میکنن، هم دلشون برای دیگران به وقتش میسوزه، فکر منافع خودشون هم هستن و در این حال فکر منافع دیگران هم میتونن باشن. میدونی همین جاها وایسادیم عموما، در باب دیگران هم بعد اینگونه قضاوت کرد. من اون یکی از اون شیفتایی که گفتم این بود در خودم وقتی که میبینم، و خب البته نکات و ملاحظات دیگری هم هست که به وقتش راجع به دهه‌های مختلف، و اینکه خب یه حسرتی که شاید انسان‌ها خیلی از مواقع دارن اینه که شاید با خودشون میگن چرا درکی که اکنون من دارم 15 سال پیش نداشتم، 20 سال پیش نداشتم. خب ظاهرا بعد این مدت رو زندگی میکردی تا تجربه غنی‌تری پیدا کنی. اما میخوام یه پاسخی هم بدم به اون پرسش. من فکر کنم یه بخش زیادیش با خواندن تجربه زیسته دیگران یا توسعاً کتاب خواندن، رمان خواندن، آدم میتونه به سن خودش بیفزایه، و چه بسا به اندازه یه آدم 1000 ساله در طی 70 80 سال زندگی کنه. یعنی وقتی شما فرض کن داستایفسکی میخونی، فرض بفهمید که داستایفسکی میخونی یا دیگره، داشتم فکر میکردم الان آثار رومن رولان رو میخونید، یا حالا من کندرا رو دوست دارم، دیگره رمان هایی که تا الان در همین بنیاد هم ما به بحث و گفتگو پیرامونش پرداختیم، به نظرم آدم به همون میزان عمرش اضافه میشه، تجربه زیستش غنی تر میشه، و شاید یه کاری که در 35 سالگی میکنه یا 40 و اندی سالگی میکنه در فرض بفرمایید که 60 سالگی بعد وقتی که میخونه اینو بتونه انجام بده. توجه فرمودید، شاید این باشه، یه بخشش هم شاید اینه. حالا نمیدونم سنم کلن، اینم بگم دیگه تمام بکنم اگر خواهم دکترم نکته داشتن تو به کلاس بعدی هم برسیم. یه بزرگی سالها قبل تهران یه دفعه به من میگفت، هنوز من اونجا نرسیدم، میگفت بالای 60 سال آدم یه جوری دیگه به دنیا نگاه میکنه. حالا مثال اون سیب رو که شما زدید، یادم یه شتاقا ماه رمضانی هم بود، یه شب افطاری در خدمت ایشون بودیم، چند تا دوستان ما هم بودن، و حالا من برای اینکه مراد ایشون رو بهتر توضیح بدم از این چند بیت مثنوی استفاده میکنم. گفت این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام، چون بپخت و گشت شیرین لب گزان، سهل گیرد شاخه ها را بعد از آن. میگه جهان مثل درخت میمونه، ما هم یه میوه های کال و نیم خام و نیمی رسیده ایم بر روی شاخه های این درخت. جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. وقتی که میوه نرسیده خیلی سفت به شاخه درخت چسبیده، اما وقتی میرسه چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، لبگزان یعنی اینقدر شیرینه که لب تو میگزه از شیرینی، سهل گیرد شاخه ها را بعد از آن. بعد از اون وقت خودش اصلا میفته، مثل درخت انجیر
که انجیر وقتی میرسه خودش میفته. ایشان مثالی که میزد میگفت بعد از 60 سال خب هم میگفت غرایز جسمانی آدم آمده پایین تر، بالاخره هم میل به خوردن، خوابیدن، گشنه کردن اینا در انسان خیلی پایین تر آمده نسبت به 20 سالگی 30 سالگی و یه جوری دیگه ای رابطش با دنیا تنظیم میشه، انگار یه حالت رفته رفته میاد از بازیگری به تماشاگری میرسه. و البته اگر بختیار باشه تجربه زیستش هم غنی تر باشه، وقت میگفت یه جور دیگه دنیا رو میبینه. میدونید من الان خودم در دهه پنجم زندگیم که هستم، وقتی خیلی در خلوت خودم رو رصد میکنم، وقتی قیاس میکنم میبینم که حتی نسبت به 10 سال قبل چقدر فرق کردم. با اینکه خب به کار خودم شب و روز مشغولم، از بیرون خیلی که من رو میبینن میگن خب این داره درس میگه، سخنرانی میکنه، مینویسه، مقاله، کتاب، اینا درسته. مثل یکی است که میره فرض بفرمود که صبح به صبح صراف سر دکونش. تفاوت ماهوی من نمیبینم تو این کارا. اما اون سلام، اون قصه رصد کردن، اون قصه تماشاگری انگار تو اون بیشتر شده. یعنی در حین بازیگری خیلی اون دوز تماشاگری بیشتر شده. وقتی قیاس میکنم خودم رو با خودم، احتمالاً اگر 10 سال دیگه هم عمر بکنم از اون حیث بیشتر میشه. حالا ایزه بدید در فصل ششم کتاب شوپنهاور که خیلی بحثای جالبی راجع به دهه های مختلف عمر کرده، 2 هفته بعد انشاءالله بهش میرسیم، از زبان او هم میشنویم. به حال اینجوریه، فکر کنم اینجوری تجربه زیستمون میتونه غنی تر بشه. نه من بسیار خب، خیلی ممنون از توجه شما. نکته خوبی هم صدرا جان اشاره کرد که بهش انشاءالله در جلسه بعدی، 2 جلسه بعدم بیشتر خواهیم پرداخت.